ادعای باور نکردنی ترامپ در مورد جنگ اوکراین. رئیس جمهور سابق آمریکا مدعی شد امکان جلوگیری از به وقوع پیوستن جنگ اوکراین را با کاهش قیمت نفت داشته است. ترامپ در بیانیه‌ای خطاب به حامیانش در میشیگان گفت قیمت نفت به حدی پایین می‌آمد که روسیه قادر به پرداخت 40 دلار در هر بشکه نبود. ترامپ همچنین وعده داد که در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور به جهانی سازی وحشتناک که ایالات متحده را از پای درآورده پایان خواهد داد. این در حالی است که ترامپ در دومین دور از مناظرات انتخاباتی حزب جمهوری خواه که روز چهارشنبه برگزار شد نیز شرکت نکرد. ترامپ یک ژنرال آمریکایی را تهدید به مرگ کرد. تدابیر امنیتی افزایش یافت. المیادین گزارش داد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور او را در شبکه‌های اجتماعی به خیانت متهم کرد، اعلام کرد که اقدامات مناسبی را برای تضمین امنیت خود و خانواده‌اش انجام داده است. بر اساس گزارش نشریه اکسیوس، ژنرال مارک میلی طی مصاحبه‌ای در واکنش به تهدید ترامپ گفت: من مستقیماً در مورد این چیزها اظهار نظر نمی‌کنم، اما می‌توانم به شما بگویم که این ارتش، این سربازان و من هرگز به قانون اساسی آمریکا پشت نخواهیم کرد. میلی همچنین تأکید کرد که هیچ تماسی با چین نداشته که بتوان آن را خیانت تلقی کرد. هنگامی که از وی پرسیده شد که آیا پس از اظهارات ترامپ نگران امنیت خود است یا خیر، پاسخ داد: من اقدامات احتیاطی کافی را انجام دادم. ای کاش آن نظرات داده نمی‌شد، اما این اتفاق افتاده است. اقدامات لازم را برای تضمین امنیت خود و خانواده‌ام انجام خواهم داد. ترامپ هفته گذشته گفته بود که روابط مارک میلی با چین بسیار وحشتناک است و مجازات آن ممکن است به حد مرگ برسد. بلینکن: ضد حمله اوکراین به سختی پیش می‌رود. وزیر امور خارجه آمریکا گفت که تصور نمی‌کند کشورش درگیر جنگ سرد دیگری باشد، ولی آمریکا در حال سپری کردن دوران جدیدی است. آنتونی بلینکن در گفتگو با مجله آتلانتیک افزود: ما اکنون در مرحله‌ای به سر می‌بریم که شاهد رقابت شدید آمریکا با روسیه و چین به طرق مختلف است. وی با اشاره به تحولات اوکراین ادامه داد: صلح پایدار در اوکراین یعنی اینکه اجازه داده نشود این کشور یک بار دیگر هدف حمله قرار گیرد. ضد حمله اوکراین به علت توان سامانه دفاع هوایی روسیه سخت پیش می‌رود، ولی اوکراینی‌ها پیشرفت واقعی در میدان نبرد کسب کردند. بلینکن همچنین مدعی شد که اوکراین بیش از 50% از اراضی خود را که روسیه از فوریه گذشته بر آن مسلط شده بود را پس گرفته است. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حالی است که دبیر کل ناتو از اختصاص بسته کمک نظامی جدید به ارزش 2.4 میلیارد یورو به اوکراین خبر داد و افزود که تا زمانی که لازم باشد این کمک‌ها ادامه خواهد یافت. جت‌های جنگنده سوخو 57 و سوخو 35 در راه جنگ اوکراین. شرکت هواپیمایی یونایتد، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت دولتی راستک، اعلام کرد که جنگنده‌های سوخو 57 و سوخو 35 را به ارتش روسیه تحویل داده است. شرکت هواپیمایی متحد که تحت کنترل دولت است در بیانیه‌ای اعلام کرد که جت‌های جنگنده جدید یک چرخه کامل از آزمایش‌های کارخانه‌ای را پشت سر گذاشتند و در حالت‌های عملیاتی مختلف توسط خلبانان وزارت دفاع آزمایش شدند. امروز شرکت‌های هواپیماسازی روسیه در حال افزایش سرعت تولید هستند و به تأمین تجهیزات جنگی برای نیروها ادامه می‌دهند. کارخانه هوانوردی کومسومولسک آن آمور سری بعدی هواپیماهای سوخو 57 و سوخو S-35 را به نیروی هوایی روسیه تحویل داده است. این تحویل بخشی از دستور دفاع دولتی است و تا پایان سال 2023 نیروهای روسیه خط بعدی هواپیما را دریافت خواهند کرد. دریس مانتوروف وزیر صنعت و تجارت روسیه گفت: مایلم به این نکته اشاره کنم که نیازهای نیروهای مسلح روسیه به تجهیزات قابل اعتماد و بسیار کارآمد می‌تواند به لطف کار شورای هماهنگی زیر نظر دولت فدراسیون روسیه به موقع برآورده شود. نیروی هوایی روسیه به عنوان بخشی از طرح اجرای دستور دفاع دولتی امسال یک دسته از سوخو 57 دریافت کرده است. یوری اسلیوسار مدیر عامل UAC گفت جنگنده های نسل پنجم باقی مانده که برای تحویل در سال جاری برنامه ریزی شدند در خط مونتاژ نهایی هستند و همچنین در ایستگاه آزمایش پرواز در حال آزمایش هستند. ما همچنین سومین دسته از سوخو S-35 را در سال جاری تحویل داده ایم. هواپیماهای مرحله بعدی در آمادگی بالایی برای تولید هستند.